سلام، من تیردادم و این پادکست و کانال یوتیوب فرمول یک فارسیه. برای بچه‌ای که نمیدونن، این یه پادکست و کانال تخصصی در مورد مسابقات فرمولا 1، مسابقات تورنمنتی و هر چیزی که به ماشین ربط داره است. اگه ما رو فالو نمی‌کنید، سابسکرایب نمی‌کنید، خوشحال میشم که سابسکرایب کنید، لایک کنید و اگه کامنت و سوال و درخواستی برای ویدیوهای آینده دارید این زیر بنویسید. این ویدیو خاص در مورد پیست زاندورت که پیستی که داخل کشور هلند است. ما یه مجموعه ویدیو داریم که هر مسابقه که برگزار میشه میایم توضیح میدیم که تاریخ اون پیست، داستانه که چه اتفاق افتاده چیه. اینم در واقع یک ویدیو از اون مجموعه است. خب همونجوری که گفتم این پیست داخل هلنده، یه 30 کیلومتر با آمستردام فاصله داره. آمستردام که معرف حضورتون هست، محل فسق و فجور و پارتی و خوشگذرانی اروپا، و این پیست هم یه 30 دقیقه باش فاصله، 30 کیلومتر باش فاصله داره. بسته چجور رانندگی بکنیش از 30 دقیقه فاصله داشته باشه. و اینا آخر هفته ها میرن اونجا پارتی میکنن و خوشگذرانی میکنن. یه چیز دیگه هم هست که تو این چند سال گذشته این پیستو خیلی سر زبون ها انداخته و خیلی باعث شهرتش شده، اون رنگ نارنجی و اون حرکت های دیوانه وار و در واقع شور و هیجانی که روی سکوهاشه. و بیشترین دلیلش هم به خاطر اینه که ماکس فرشتپن که در دو سال گذشته قهرمان بوده و امسال هم دامیننت و احتمالاً آخرین فصل مسابقات قهرمان میشه، دو تابعیتیه، هم بلژیک هم هلندیه، و هلندیه اینجوری خودشون رو برای این میکشن دیگه، یک مسابقه خانگی برای مکس به حساب میاد. حالا این کنار ساحل بودنش، منها اینکه حالا پارتی میکنن و معمولا بعد از مسابقات های اونجا خود راننده ها اینو برنامه دارن و همیشه فیلماش میاد بیرون و چه خبر و چه جور پارتی میکنن و چه مهمونی میکنن بمانن، این کنار چیز بودنش، کنار آب بودنش، باعث میشه خب مرطوب باشه هوا، بادم که شما بغل ساحل خوب باد دارید، ولی چالش مهمترش اینه که شن دارید. کسایی که داخل حالا کیش رانندگی کردن، شمال ایران باز شناش کمتره، ولی شهرهای ساحلی رانندگی کردن که خیلی اون جاده نزدیک ساحله و باد میزنه و شن میاد داخل ساحل، میدونن که این شن چه مصیبتیه توی رانندگی. یعنی شما با ماشین معمولی، صورت معمولی قشنگ میفهمی که الان کنترل ماشین کمتر دستته، این هندلینگ دیو هندلینگ قبلی نیست. خدا نکنه که رطوبت زیاد باشه یا بارون بیاد، دیگه این شنه شبیه صابون عمل میکنه، شما قشنگ سر میخورید از این طرف اون طرف اگه بخواین بد رانندگی کنید. خیلی ما تاریخی که من از کیش زندگی میکنم خیلی پیش میمد که مثلا از تهران از جای دیگه میمدم اونجا ماشین گرون رنت میکردم و نمیدونستن با سرعت میمدن و به خاطر همین مثلا رطوبتی که وجود داره و شنی که وجود داره کار از خودشون میدن. تو این پیست هم این داستان داریم، خیلی چالش برانگیزه، خیلی فشار اون راننده ها زیاده. و یه دیگه هم که هست که ماشین فرمولا 1 نسبت به باد جانبی و حالا کلا باد، به مخصوص باد جانبی خیلی حساسن. این باده هم مزید علتی که این داستانو در واقع چالش برانگیز بکنه. اینها در مورد کل پیست بود. پیست یه تاریخ دوگانه داره، همینجا میگم که قاطی نکنید که اگه من میرم جلو برمیگم چرا این دو تا تاریخ، در واقع دو تا پیست داریم در موردش صحبت میکنیم. یه پیست قدیمی تره که بعد از جنگ جهانی دوم ساخته شده، روی مسیر رسوندن تجهیزات و اسلحه و حالا مهمات به اون خط دفاع ساحلی بوده که آلمان هم خواستن چیز کنن، دفاع کنن از طریق ساحل، از این جاده استفاده میکنم. بعد خب جاده دسترسی بوده دیگه، بغل تپه ماهور داشته، چپ و راست میرفته، صاف نبوده مسیرش و اینجور حرفا. این اونجا ساختم، بعد جنگ جهانی دوم من روی همون حالا یه سری مسیر اضافه کردم، یه پیست ساختم. این دوتا رو میذارم بغل هم دیگه با هم مقایسه کنم. اینی که پیچاش در واقع تیزتره، کمتره و کمتر تیزه، بیشتر پیش داره، کمتر پیش تیزه، مال همون جنگ جهانی دومه، بعد از جنگ جهانی دوم که ساخته شده. خیلی پیست سریع بود، خیلی پیچای ریز و عجیب غریبی داشت و خیلی تصادفات و فجایع زیادی داشت. نامش صحبت می‌کنم. این پیستی که جدید ساخته شده، دو ساله که باز شده، 2021 باز شده، پس تنچه 2021 2022 و امسال که حالا این روزی که داریم ویدیو
پر میشه فردای امشب قرار مسابقاتش برگزار بشه و سه بار فقط مسابقه برگزار شده. وقتی شما میبینیش مطمئن است مسابقه سوم برگزار شده. این پیست رو جدید طراحی کردن با استانداردهای رو، چون قبلی اصلا راه نداشت که اون استفاده بکنن. اون پیست سال 1986 دیگه توش مسابقه برگزار نشد، یعنی 1948 پیست ساختن، سال 1952 اولین مسابقه فرمولا 1 اونجا برگزار شده. قبلش رندوم مسابقه برگزار میکردن دیگه، حالا هر کی دلش میخواست میومده مسابقه میذاشته، مسابقه تو سواری توش برگزار شده خیلی، همون تو عکس ها دارید میبینید. ولی تا سال 1986 بود دیگه به خاطر مسائل ایمنی درش رو تخته کردن، درش رو بستن تا اینکه دوباره نوسازی شد، دوباره از اول ساخته شد و دو سال 2021 دوباره رونمایی شد. ولی این بار نسبت به دفعه قبل پیس کم سرعت تریه ولی خیلی تکنیکیه. این پیچایی که دارید میبینید واقعا پیچای سختی رد کردنش و راننده ها خیلی مینالن ازش، خیلی فشار میاد توشون و یه جایی هم برای اینکه بتونن سرعت رو ببرن بالا و در حالی که داره سرعت بالای پیچ هم بزنن، اومدن به سبک پیستای قدیمی و پیستای آمریکایی برای ایندی 500 سطح شیب دار بذاشتن، یعنی پیچ رو میبینید که چجوری دارن رد چجوریه و انقدر این پیچ زیاده که الان این ویدیوهایی که دارید الان میبینید، حالا هر کی به یه روشی، یکی میخوابه قل میخوره، یکی تیله میندازه، که نشون بدن این شیب واقعا شیب زیادیه و خیلی نادره توی هیچ پیچ دیگه، توی هیچ پیست دیگه تو فرمولا 1 ما دیگه اینو نداریم. ولی خب اینا ساختنش استاندارد هم پاس میکنه. خب بریم در مورد تاریخ این پیست بگیم. خیلی از آدمایی که تو این پیست قهرمان شدن خیلی معروفن، یعنی تقریبا 8 نفری که اگه اشتباه نکنم قهرمان شدن، 6 نفرشون قهرمان کل جهان شدن، یعنی اگه اون 8 نفری که بردن 6 نفرشون قهرمان جهان شدن. نیکی لادا آخرین کسی که تو اون پیست قدیمیه در سال 1985 توی مسابقه واقعا شاهکار جایزه رو برد. بخشید سال 1985 یک سال قبل از که پیست بسته بشه آخرین قهرمانیش رو تو این پیست برده، من اسلام میکنم، نیکی لادا افسانه‌ای آخرین قهرمانیش رو در تاریخ که در سال 1985 تو این پیست گرفته، در حالی که رده دهم داشت استارت میزد و کسی فکر نمیکرد که بتونه بی خوش برسنه، نفر اول شد. و این تنها حرفش نیست، تنها اتفاقش نیست، تا لحظه آخر هم تیمیش داشت بهش فشار میورد، یعنی تو لپ آخر این داشت از هم تیمیش دفاع میکرد. برای ماهایی که الان داریم فرمولا 1 حالا چند ساله بچه که دارن تیز میکنن شاید این جا افتاده نباشه، اون موقع چیزی به هم دست رو تیمی نبود و اگرم میدادن کسی گوش نمیکرد. خب قراردادهای مالی اینا انقدر سنگین نبود که طرف احساس بکنه، مثلا بوتاس احساس بکنه اگه به همیلتون راه نده بیاد بدبخت میشه، مثلا یه پول گنده یا دست مثلا همچین پولای داخل فرمولا 1 نبوده، همچین قرارداد و مثلا بگیر و ببند و دست چیزای دست و پاگیر وجود نداشته. تا لحظه آخر هم تیمیش خفش کرد که ازش سبقت بگیره و نداشت سبقت بگیره و دفاع کرد و آخرین بردش مال این پیسته. اما میریم به دردناکترین و میشه گفت شرم‌آورترین روز تاریخ مسابقات فرمول 1. سال 1973 این پیست شاهد تصادفی مرگبار بود که پیش میاد تو مسابقات فرمول 1 کم تکرارم نبوده، ولی این یه جنبه دیگه شرم آوره چون میشد اون راننده رو نجات داد. ما داریم در مورد راجر ویلیامسون صحبت میکنیم، یکی از ستاره‌ای بود که در حال ظهور بود، 25 سالش بود و فکر میکردن که خیلی آینده داره. توی پیچ هشتم، در توی لپ هشتم لاستیکش میترکه و با سرعت 150 مایل در ساعت، یه چیزی در حدود شاید 230-240 کیلومتر در ساعت بشه، میره داخل گاردریل و از اونجاست که تازه فاجعه شروع میشه.
گادریل بد نصب شده بوده و به جایی که سرعت و در واقع شدت ضربه رو بگیره و حالا ماشین رو متوقف بکنه، این فنر ماشین رو پرت میکنه، برمیگردونه داخل پیست و در همین پرت شدن ماشین ملق میزنه و میفته پشتش و شروع میکنه به سوختن و آتیش گرفتن. وقتی که ماشین متوقف میشه، راجر ویلیامز هنوز زنده است، ویلیامسون هنوز زنده است و فریاد میزنه، همه میشنون از صداش فریاد میزنه. ماشالا سعی میکنم برن کمک بکنن، سعی میکنم کمک بکنم ولی همه گیجن. حتی ایتنا میسه با تأخیر سعی میکنم برن کمکش بکنن. یکی از ماشینا وای میسته، راننده برام پیرلی، دیوید پیرلی سعی میکنه که بره کمکش کنه، وای میسته اصلا سعی میکنه بره کمکش بکنه و میره التماس میکنه که میام کمکش کنم. تمام مارشال همه تو شاکه، چند تا مارشال میان کمک بکنن ولی خیلی با تأخیر و با تأخیر اصلا اون آتش خاموش کن روشن میکنن. و نکته دیگه این بوده که هم به خاطر عدم آموزش و هم به خاطر اینکه اون موقع داخل فرمول 1 مارشال ها لباس ضد آتش نداشتن، اینا نمیتونن به ماشین به آتش نزدیک بشن و حتی سعی هم میکنن برش گردونن ولی نمیتونن و این بنده خدا هنوز اونجا داره میسوزه و داره داد و هوا میکنه، داره التماس میکنه کمکش بکنه. به فاصله 400-500 متریش خب یه دونه ماشین آب پاش بوده، یه کامیون آتیش خاموش کن بوده، اون رو نمیذارن خلاف جهت بیاد، در اینکه خلاف جهت هم نبوده، فقط میخواسته دقیقا از این بر بیاد به اون طرف، چون که مسابقه هنوز در حال جریان، مسابقه رو متوقف نمی کن و صحنه اصلا سورئال قابل باور نیست که یه راننده یه ماشین داره میسوزه، یه راننده داخلش گیر افتاده، یه راننده تو سر خودش میزنه، مارشال ها و پلیس همه گیجن و مارشال و پلیس به جای که اونو کمک کنن دارن جمعیت کنترل میکنن که داخل چیز نیاد، داخل پیس نیاد و همینجور ماشین ها دارن رد میشن و من به مسابقه ادامه میدم و ویدیوشو اینجا میذارم. با خود نیک لادا که صحبت میکنن میگه که ما اصلا عجیب اتفاق بفتیم، میگه که ما فکر میکردیم این دیوید پیرلی که داره، حالا نمیدونسه که میگه این راننده که تو سر خودش میزنه این دور و میده، راننده همون ماشین است که داره میسوزه، نمیدونسه که اونجا گیر کرده که مسابقه رو متوقف کنن یا بیان کمکش بکنن. فکر میکنن که ماشینش خراب شده، داره سعی میکنه جو ماشین نجات بده و اون موقع خیلی عادی بوده، چون دوباره برمیگردیم به همون قضیه که پولی داخل فرمولا 1 نبوده، خیلی راننده ها مثلا به اون هزینه ماشین یا مثلا اون چیزی که اونجاست یه وابستگی داشت، این دوستا این ماشین بسوزه مثلا بدبخت میشن، تیم دیگه نداره که جایگزین بکنه. اینا فکر میکنن که این داره هرس و ولع اونو میزنه که ماشین رو نجات بده، در حالی که اون بدبخت داشته هرس میزده که اون واقعا هرس که نداشت دست و پا میزده که اون راننده رو نجات بده، ولی اون کسی که داشته رد میشه متوجه این اتفاق نبوده، فکر میکنه که نمیفهمه که یه ماشین راننده ای اونجا. Because I drove by, mm-hmm. I saw the fire and everything, and I saw Pearlie mm-hmm. there running around. So I thought it is the driver who was in the car, is out of the car. You know, I never knew that Williamson was sitting in there, except after the race when I was told. اینا همچون مسابقه خود همه میدن و این ماشین آتش نشانی بماند که حالا با تأخیر مثلا میاد کمک بکنه، 10 دقیقه تقریبا طول میکشیده بره کل پیست و دور بزنه بیاد برسه اینجا که آتیش رو خاموش بکنه. و بعد هم معلوم نیست که خب چرا اصلا مسابقه رو متوقف نکردن، چرا کسایی که داشتن مسابقه مسئله مسابقه بودن چرا استوارده اونا رو چیز نکردن، اونا رو مسابقه رو متوقف نکردن. خلاصه که تو این داستان راجر ویلیامسون کشته میشه و دردناکش اینه که این آدم از آتیش نمیمیره، این بعدن که کار رو چکافی میکنن متوجه میشن که دلیل مرگ اصلا شعله آتیش هم نبوده، این آدم اونجا از دود مرده، از خفه شده انقدر که مثلا دود داخلش بوده. متاسفانه میگم این اتفاق میفته
بعد از این داستان شروع میکنن دوباره چیز کردن، بیشتر کردن در واقع امنیت مسابقات، لباس ضد آتیش رو اجباری میکنن و 4 سال بعدم خب این پیست اصلا میبندن بخاطر اینکه با اون چیزها استانداردها قابل قبول نبوده، اون پاس نمیکرد. خود این آدم دیوید پیرلی که سعی کرد کمک بکنه، مسابقه آخر اینجا میذارم اگه یوتیوب کی نده پاکش بکنه، اونم اصلا یک چی میگن، یه داستان دیگه ای داره، یه سرنوشت عجیبی داره. این همیشه میگه که این صدای داد و هوار و این صدای کمک خواستن و دائما میشنم و نمیتونمش کمک بکنم و همیشه با هم بوده. چند سال بعد اصلا مسابقات میذاره بیرون، مسابقات میذاره بیرون و میره توی کار آکروبات، پریدن از هواپیما و کار هیجان انگیز. خود این آدم در سال 1985 در سن 40 سالگی در سقوط هواپیما کشته میشه، یعنی 12 سال بعد خودش هم در یه فاجعه دیگه ای کشته میشه. خب این بود سابقه پیست. توی دوره جدید فقط مکس توی این پیست بنده شده، هیچ کس دیگه بنده نشده و تنها پیست حال حاضر هم هست که همیلتون، لوئیس همیلتون تا حالا نتونست توی این پیست بنده بشه، چون این پیست هم موقعی اومده که دیگه روزهای خوب مرسدس نیست و فردا هم از 13 قرار استارت بزنه، نجیب اتاقه الان نمیدونم و بعیده که، ولی بعیده که قهرم برنده بشه داخل این مسابقه. پس در حال حاضر میشه گفت تو دوره جدید و این پیست جدید، چون با پیست قبلی واقعا فرق میکنه ولی اسمش یکیه، ما فقط یه قهرمان داریم، اونم مکس فرشتپن طلایی بهش میگن، چی میگن، سوپر مکس بهش باید بگیم. و این بود معرفی پیست زاندورف هلند. سوال، پیشنهاد، انتقادات، یا اگه ویدیو خاصی میخواین در مورد موضوع خاصی میخواین این زیر بنویسید. دوباره لایک و فالو کردن تو این یوتیوب بهش میگن سابسکرایب کردن فراموش نشه. شب و روز خوبی داشته باشید. متشکرم. If you were prepared and able to try and turn the car over, why did nobody come to your help? Well, you must remember that I just climbed out of a racing car. My blood was up. He was a very good friend of mine. You know, perhaps it's understandable that people won't come near a burning car. Why do you think it took the fire engine so long to get here? It's got to be looked into, this, because, you know, there's just something wrong. I think possibly the race should have been stopped so that the fire engine could come round at full speed. He seemed to be hugging the curb, obviously, because the cars were still coming through at racing speeds, virtually. I think the race should have been stopped, and it's very difficult, of course, because we're still about a mile and a half away from the grid where the decisions are made, and all they could see was a lot of smoke going up in the air. They didn't obviously realize the extent of the tragedy. What are your feelings about this today? Well, if you'd asked me yesterday, I think it would have been a different... I would have said something different, but I've slept on it, and I can see now why a lot of people wouldn't come and help me. But I think that we could have, you know, done something else.